سلام خیلی خوش اومدیم به یک ویدیو آموزشی دیگه قبل از اینکه شروع کنیم درس امروز رو ممنون میشم اگر میخواین کانال ما رو داشته باشین برای خودتون تا آموزش صرف تا صد فوتوشاپ رو ببینید و از ویدیوهای جدید مطلع بشین حتما ما رو دنبال کنید و سابسکرایب بمون کنید درس امروز در مورد زوم و پنینگ روی عکس هست حالا در مورد پنینگ شاید اصطلاحش براتون جدید باشه در ادامه توضیح خواهم داد ولی زوم رو دیگه میدونیم بزرگ نمایی روی عکس ها در فتوشاپ به چه نحوی صورت میگیره خب برای این کار لازم ما بریم روی طول زوممون یعنی ابزار زوم رو انتخاب کنیم یا با کلیک کردن روش یا فشردن دکمه زد دکمه زد اول کلمه زوم باعث میشه ما خیلی راحت بیایم روی ابزار زوم با هر کلیک روی صفحه زوم میکنه روی اون قسمت و اگه بخوایم برگردیم عقب یا از این نوار بالا این گزینه زربین با علامت منفی داخلش استفاده میکنیم یا اینکه دکمه آلت رو میگیریم اگه دقت کنین الان من اگر کلیک کنم زوم میشه آلت از روی که بردم و نگه میدارم منفی میشه و اگر کلیک کنم زوم آوت میشه اصطلاح یه کار دیگه که میتونیم بکنیم اینه که نگه داریم مثلا من روی این نقطه میخوام زوم کنم کلیک میکنم و نگه میدارم انقدر میره جلو تا حالت پیکسلی بگیره به خودش گزینه بعدی اینه که من کلیک بکنم و به سمت چپ و راست حرکت کنم به این میگن اسکرابی زوم نگاه کنید الان من کلیک کردم حتی نباید نگه دارم برگردم اقعب اگر چپ و راست ببرم راست زوم میکنه خیلی سریع چپ زوم آوت میکنه حالت سریعی برای زوم این و زوم اوت کردنه بهش میگن اسکرابی زوم اگر از این حالت خوشتون نمیخواین و این امکان رو این امکان رو دوست ندارین استفاده کنین این بالا تیک اسکرابی زوم رو بردارید. حالت بعدی استفاده از پنجره نویگیتوره برای اینکه این پنجره الان تو پنل من نیست میخوایم داشته باشمش روی تب ویندو کلیک میکنم نویگیتور رو پیدا میکنم و اینجا من دارمش یکم بزرگتر میکنم که راحت تر شما ببینیم خب با چپ و راست بردن این نوار پیمایش در سمت راست میتونیم زوم اینو زوم عوض کنیم و اگر میخواین قسمت های مختلف عکس رو ببینین در حالت زوم میتونین این مستطیلی که داره نشون میده الان چه چیزی در حال نمایش هست رو تکون بدیم من حتی اینو میتونم بیشتر از کنم که این واضحتر بشه الان این مرد مستطیل قرمز محدوده قابل تماشا توسط ماست در این پریویو پینمون اگر حرکتش بدم میتونم به قسمت های مختلف برم به این میگم پنینگ پنینگ یعنی پیمایش روی عکسمون روی پروژهمون در حالتی که همه پروژه قابل دیدن نیست یه حالت دیگرش هم اینه که شما اسپیس رو نگه دارین هرگاه اسپیس رو نگه دارین تبدیل به یه علامت دست میشه حالا میتونین چپ و راست ببرین و پیمایش کنین اصطلاحا روی عکستون که بهش پن میگن یه پنینگ ابزار پن ماست از این نوار سمت چپ شما میتونید ببینیدش خب من نویگیتورم رو ببندم تا حالت مختلف زوم رو بپردازم بهش خب وقتی میرم رو حالت زوم این بالا سه تا دکمه دارم صد درصد فیت اسکرین و فیل اسکرین صد درصد رو اگه بزنید چی میشه؟ عکس رو در ابعاد واقعیش نشون میده ابعاد واقعی این عکس 2600 پیکسل در 1733 و و سی و سی پیکسله از مانیتور من که فول اچ دی 1920 در 1080 قاعدتا ابعاد بزرگتره برای همینه که من در حالت 100 درصد کل عکسمو ندارم و باید چپ و راست ببرم تا ببینم کل عکسم به چه شکلی هست حالت 100 درصد پس عکس رو در ابعاد واقعیش نشون میده اگر مانیتور من مانیتور فورکی بود بزرگ بود رزولوشن بالایی داشت قاعدتا دیگه عکس کلش به من نمایش داده میشد توی صد درصد اما الان که مانیتور من کوچکتر هست قسمتی از عکس از دید من پنهان در عوض وقتی رو فیت اسکرین میزنم عکس رو جا میده در پریویو پین من به این قسمت میانی صفحه من در فتوشاپ میگم پریویو پین یعنی جایی که عکس پروژه من به نمایش در میاد پریویو من خب یک ابعادی داره اگر من بخوام این عکسم کامل درونش جا بگیره رو فیت اسکرین که میزنم دیگه فتوشاپ خودش تشخیص میده به چه نحوی عکس رو جا بده خب این عکس نسبت ابعادی داره یعنی نسبت طول و عرضش بیگونه ای هستش که پریویو پین من پر نشده یعنی این نوارای خاکستری سمت چپ و راست دیده میشه اگر من میخوام این هم بپره و نباشه کافی روی فیل اسکرین کلیک کنم فیل اسکرین رو که میزنم دیگه اون رو هم میپره فیل اسکرین از اسمش هم پیداست اسکرینم و این پریویو پینم رو پر میکنه فیل میکنه برای همین شما میبینید دیگه جای خالی نداره البته که این گزینه ها رو ما از جای دیگری هم میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم توی تب ویو این بالا چند گزینه داره برای زوم که شورتکاتش هم توش نوشته خیلی راحت اگر ما فراموش کردیم شورتکات یه چیز کاربردی چیه فقط کافیه پیداش کنیم و نگاه کنیم زوم این و زوم اوت با کنترل مثبت و کنترل منفی انجام میشه الان من کنترل مثبت رو میزنم میره جلو کنترل منفی رو دارم میزنم داره میاد عقب همچنین کنترل صفر کنترل صفر فیت اسکرین منه کنترل یک صد درصد منه اینا چیزهایی که اینجا هست کنترل مثبت کنترل منفی کنترل صفر و کنترل یک خب اینها همین مواردی بود که من قبلا توضیح دادم فیت اسکرین کنترل صفر هم بود صد درصد من کنترل یک هم بود نکته بعدی که دوست دارم بهش اشاره کنم اینه که بعضی وقتا شما یک عدد خیلی خاصی در نظر داریم برای زوم این پایین میتونیم واردش کنیم پایین سمت چپ الان رو صده من میخوام رو هفتاد و پنج بذارم و کاملا قابل تنظیم هست توسط شما در مورد پیمایش در صفحه هم گفتم از ابزار هند تول میتونید استفاده کنیم برای پنینگ روی صفحه غیر از اینکه میتونید تکونش بدین یه کار دیگه میتونیم بکنید برای حرکت سریعتر. اونم اینه که بگیرید و ول کنید شاید از توی فیلم کاملا مشخص, مشخص نباشه براتون چه اتفاقی افتاد من یه نقطه رو میگیرم انگار هولش میدم و این به حرکتش ادامه میده با یه انیمیشنی وای میسه این کار همجوری دارم ادامه میدم الان به بالا هلش دادم الان میخوام به چپ هلش بدم این اتفاق هم میفته یه حالت ها دیگه هم اینه که بگیریدش و به چپ و راست و بالا پایین حرکتش بدید این رو هم یادآوری کنم اگر رو ابزار هند نیستین و دارین از ابزاری استفاده میکنین مثلا دارین از قلمو استفاده میکنین الان براتون اذیت کننده است بخواین یکم به چپتر یا راستر برید اما از این حالت قلمو خارج بشین خب شورتکاتش اینه که شما اسپیس رو از روکی کیبوردتون فشار بدین من الان اسپیس رو نگه داشتم یکم میام راستر دوباره به کارم ادامه میدم دوباره نگهش میام راستر دوباره ادامه میدم این چیزیه که فتوشاپ برامو فراهم کرده در همین حالتی که شما یه ابزار رو انتخاب کردین اسپیس هم نگه داشتین یهو نیاز پیدا میکنین زومم بکنین کافی کنترل نگه دارین یا از کنترل مثبت یا کنترل منفی هم استفاده بکنید خب این شورتکاتیه که ما همه جا داریمش و همه جا جواب میده مثل اسپیسمون برای ابزار هند هند طولمون که برای پنینگ توی فایل استفاده میشه ممکنه بخوایم این زوم و زوم این و زوم آوتمون همزمان روی همه پنجرها اعمال بشه اول از همه من میام از داخل ویندو ارنج تایل رو انتخاب میکنم الان همه اینا انتخاب شده با درصد زوم های متفاوت من میام دوباره روی ابزار زوم یا کلیک کردن روی دکمه زد تیک زوم آل ویندوز رو میتونم انتخاب کنم اینو که انتخاب کنم تغییر روی همش همزمان صورت میگیره مثلا الان من اینجا کلیک میکنم همش با هم داره میره جلو یا اگر آلتو بگیرم بیام عقب همش با هم میاد اگر بخواین مقدار زوم همه فایل های بازتون یکسان بشه بعد از دکمه ویندو و ارنج و این قسمت مچ زوم استفاده کنید اگر دقت کنید دو فایل سمت راست من 33 درصد و سه در 33 درصد زومش اما سمت چپی که مشخص هم هست زومش 66 درصد من میخوام همه اینا یکی بشه این دکمه رو میزنم و این فایلم هم تبدیل میشه به همون 33 سی 33 درصد زومی که بود فعلا من برمیگردم به حالت اصلی فتوشاپ تا بحث و ادامه بدم نکته بعدی که میخوام بهش اشاره کنم حالت های مختلف نمایش فایل یا عکس یا پروژه تو فتوشاپه که شما پایین نوار ابزار میتونین تغییرش بدین با رایت کلیک میتونین ببینین که تو چه سه حالت مختلفی میتونه این تغییر کنه من ترجیح میدم از شورتکاتش که دکمه F هست استفاده کنم. شما اگر یک بار دکمه F رو فشار بدین مثل من میبینید که یه سری چیزها از صفحه من پاک شد مثلا اون نوارهای پیمایش حذف شد عکس من وسط چین شد این وسط قاب من قرار داره و این حالت به وجود اومد اگر یک بار دیگه دکمه اف رو بزنم ما به حالت فول اسکرین میرسیم که حالت خیلی خوبیه وقتی مثلا کار شما به یه جایی رسید و میخواین ببینید حالا چه شکل و شمایلی پیدا کرد بعد نیست به این رو حالت فول اسکرین نگاه کنید تو همین حالت اگر من کنترل مثبت رو بزنم زوم این میشه کنترل یک رو بزنم 100 درصد میشه کنترل صفر رو بزنم فیت اسکرین میشه اونها سر جاش هستش تو این حالت اگر من موسم رو به سمت چپ ببرم و نگه دارم نوار ابزارم پیدا میشه و میتونم انتخاب کنم چیزی رو و اگر بیام سمت راست خود به خود دیگه هاید میشه همین اتفاق در مورد سمت راست میفته پنل های من میشه با بردن موس به سمت راست پیدا بشه و بعد که ازش میام کنار پنهان میشه و حالت بعدی دکمه تبه دکمه تب رو من بزنم ابزارام پنلام نوارام بر میگرده اگر دوباره بزنم هاید میشه این هم تو هر سه حالت هست مثلا تو همین حالت من تبو بزنم باز میره بعضی چیزا دوباره بزنم برمیگرده این هم آخرین موردی هستش که دوست داشتم بهش اشاره کنم خیلی ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردین فراموش نکنید که برای دیدن ویدیوهای بعدی های بعدی میتونید کانال ما رو دنبال کنین امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین و کامل با ابزارهایی که معرف شد آشنا شده باشین امروز ما فهمیدیم چطور میشه زوم کرد، زوم اوت کرد، در صفحه گشت و های مختلف نمایش پروژه رو در فتوشاپ بررسی کردیم. خیلی ممنون، خدا نگهدارش.